دیگه تموم میذاشتن، این بار باعث شدن خود پروینم علی سلطان علی سلطان خیلی از قدیمی های پرسپولیس خودشونو به کارگران رسوندن. مدیرعامل تیم رقیبم که با این پیشنهاد رویانیان برای دروازه‌بانی میلان مواجه شده بود گفت من دروازه‌بان میلان برای چی باشم؟ من میخوام فوروارد باشم که گل بزنم. شما به هیکلا نگاه کن، همین آقای ببین آقای رویان همینجوری دراز کش تو دروازه بذاری ماشاءالله اینقدر پد و پهنه اصلا دروازه رو میگیره. مثل اینکه بعضی از پیشکسوتای پرسپولیسی هم بد موقعی مصدوم شدن. مقدارم پام آسیب دیده بود، امروز دیگه از علی آقا اجازه گرفتم. مثل اینکه هنوزم در بین هوادارهای پرسپولیسی کسایی هستن که از مدافع جنجالی سالای 77-78 شون ناراحتن. سالو چیش که براتون دو تا گل تو دربی نزد، من 4 تا زدم. با انتخاب 27 بازیکن از سوی علی پروین، ستاره های پرسپولیس وارد مرحله جدیدی از اردوی خودشون برای دیدار با میلان شدن. دیداری که جذابیت اون باعث شده پای خیلی ها به ورزشگاه کارگران باز بشه. پیشکسوت های پرسپولیس بعد از پشت سر گذاشتن 3 جلسه تمرین آماده این بازی شدند. آماده هستی برای بازی پنجشنبه؟ آماده که تمرین که حالا تک و توک نه اونجوری که فکر کنی. بیشتر بحث روی شما های مهتبیکی ها که حالا به تازگی از فوتبال خدافظی کردید. های مهتبیکی هم نیست تو تمرینی ایشون هم با تیم ملی جوانان فکر کنم تمرین کنه آماده باشن. آره مهتی هم وضعیت بدنش خوبه، چون من قبل این اردوشون هم دیدمشون، چون با نوجوانان بودن دیدم شرایط بدنش خوبه، اونم تمرین میکنه. ان شاء الله که یه بازی خوبی هم روز پنجشنبه بشه، طرفدارامون بیان، تماشاگرها بیان، لذت ببرن. بعد این فرصت رو از دست ندن، چون همچین فرصتی کم به دست میاد. علی آقا خیلی لطف کرد که حتی بچه های دهه 80 هم دعوت کرده ما، خب ولی فکر میکنم نقطه اتکاش و دوست داشتن تمام بچه های دوست داره، ولی دهه 60 ها چون باعث یه نشاطی میشد در بین هوادارا و مشوق های اصلی ما، من فکر میکنم بیشتر رو دهه 60 تکیه کنه علی آقا. و خوشحالم و اصلا برام مهم نیست که جزء تیم باشم بازی کنم یا نه، ولی همین که تو این 3 جلسه که اینجا صفایی که کردیم با فکر میکنم به من 10 سال انرژی داد. سرانجام داستان پروین و نوه سلطان و فوتبال علی اصغری. این نوه استقلالی هم استقلالی هم علی سلطان علی پروین فوتبال علی اصغری کلا چی هست؟ یعنی چی فوتبال علی اصغری؟ الان بیشتر تیم‌های علی اصغری بازی می‌کنن که بول همین دادن همش همونه دیگه. اما برای پیشکسوتای پرسپولیس علی پروین هنوز همون ابهت قبلو داره. آره هنوز هم علی آقا چشاش قرمز شده، یعنی وقتی علی آقا چشاش قرمز میشه سمتش نباید بریم. آقا علی هنوز هم بازیکن باشون صحبت کردن بعضیشون ازتون میترسن. خسته شدم دیگه بریم. خب اینم اردوی تیم پیشکسوتان پرسپولیس، حال هوای تمرینات آخر این تیم. به هر حال 27 بازیکن از بین تمام پیشکسوتان تیم فوتبال پرسپولیس انتخاب شدن که در بین اونها به هر حال چهره‌ای هستند و نیستند. مثلا مهدی هاشمی نسب که مدتی رو در تیم استقلال هم بازی کرده، علی پروین گفته که حالا صلاح نیستش در این میدان حاضر بشه، یا علی انصاریان رو مثل که در این بازی استفاده نمی‌کنه. و به هر حال 27 نفر هستن از همه ادوار مختلف تیم فوتبال پرسپولیس. اما تیم میلان که لحظاتی پیش هواپیماش در تهران به زمین نشست قبل از اینکه به تهران بیاد و از روم حرکت کرده، همکار ما حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از لحظه پرواز این تیم و قبل از پرواز برای ما گزارش ارسال کرد. ستارگان تیم فوتبال میلان برای دیدار دوستانه با پیشکسوتان پرسپولیس راهی ایران شدند. بازیکنان پیشکسوت تیم میلان پس از ورود به فرودگاه لئوناردو داوینچی روم در مراسمی که برای این ستارگان ترتیب داده شده بود شرکت کردند. ما از این که به ایران سفر و با تیم پرسپولیس بازی میکنیم بسیار فرسندیم. تقریبا همه ما برای اولین باره که به ایران سفر میکنیم. ما حامل پیام صلح و دوستی هستیم و به همه هواداران فوتبال در ایران سلام و درود میفرستیم. تیم ستارگان میلان متشکل از سرمربی، 17 بازیکن و 8 همراه است که 2 نفر آنان را مدیران این باشگاه تشکیل میدهند. وقتی به من پیشنهاد سفر به ایران را داد
دادم به سرعت پذیرفتم. ما کنجکاوانه در انتظار بازی در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی هستیم و تلاش می‌کنیم بازی خوبی ارائه کنیم. استکانم این هرچند پا به سن گذاشتن و شاید بازیشون مثل سابق جذاب نباشه، اما دیدنشون از نزدیک مطمئناً برای هواداران فوتبال بسیار جذاب خواهد بود. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فرودگاه لئوناردو داوینچی، رام.